BBC. به بامداد تهران است تا 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه. درود بر شما. شنبه است 26 بهمن 15 فوریه. به چشم انداز بامدادی خوش آمدید. انتقاد از تمرکز قدرت‌های بزرگ جهان روی منافع خودشان در معضلات جهانی، یکی از مسائل روز اول نشست امنیتی مونیخ همین بود که آغاز بخش برنامه ما هم هست. 6 روز مانده به انتخابات مجلس ایران، بخشی از برنامه را به همین موضوع اختصاص دادیم. ورود به چین همراه با 2 هفته قرنطینه، این دستور تازه دولت چین است در پی شیوع ویروس کووید 19 که این روزها واهمه ایجاد کرده. از احتمال انعقاد توافقنامه کاهش خشونت طالبان افغانستان و آمریکا هم خواهیم گفت و از موضوع بسیار دیگر در ظرف 1 ساعت آینده با من داریوش رجبیان. پیش از همه خبرهای جهان از فرج بارفکن، تهیه کننده برنامه. سلام و صبح بخیر. شماری از رهبران جهان در نشست امنیتی مونیخ از شکست در مورد همکاری‌های بین‌المللی اعلام نگرانی کردند. فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهوری آلمان و میزبان این نشست با انتقاد از قدرت‌های بزرگ جهانی گفت که آنها روی منافع خودشان بیشتر متمرکز شدند. به دستور دولت چین، اشخاصی که وارد شهر پکن پایتخت می‌شوند باید 2 هفته در قرنطینه بمانند. این تازه‌ترین تدبیر دولت چین برای مقابله با گسترش ویروس کرونا است که تاکنون به مرگ 1300 نفر منجر شده. وانگ یی وزیر امور خارجه چین همچنین از آمریکا خواسته که تدابیر غیر ضروری را در واکنش به ویروس کرونا کنار بگذارد. او تاکید کرده که کشورش از هیچ تلاشی برای مقابله با این ویروس فروگذار نخواهد کرد. این اتفاق هر کشوری و هر رهبری رو در جهان به چالش میکشه، ولی چین با اون روبرو شده. ما احتمال اینکه در چین هم مشکلات و چالش هایی وجود داشته باشه رو رد نمی کنیم، اما شاهدید که اکثریت کشورها از تدابیر چین تقدیر کردند. تا زمانی که ما با رهبری پرزیدنت شی پیش بریم، میتونیم به طور مؤثر این اپیدمی رو مهار کنیم. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که به زودی توافقنامه 7 روزه کاهش خشونت‌ها بین ایالات متحده و طالبان در افغانستان به اجرا گذاشته خواهد شد. این مقام ارشد همچنین گفته که 10 روز پس از به اجرا درآمدن توافق اولیه مذاکرات صلح میان افغان‌ها آغاز می‌شود. همزمان دبیر کل ناتو در توییتی گفته که در دیدارش با رئیس جمهوری افغانستان در مورد پایان خشونت‌ها گفتگو می‌کند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که یک رشته عملیات نظامی را برای سرکوب طالبان در مزار شریف تشدید کرده. فؤاد امان از سخنگویان وزارت دفاع گفته که عملیات‌های دیگری هم در غرب و شرق آغاز خواهد شد. ما در برابر گروه های توریستی، در برابر طالبا، در واقع نیروهای افغان تا زمان می جنگند که یا سلاح خود به زمین بگذارند و روند صلح بپیوندند، و تا زمانی که رسمی میان حکومت افغانستان و طالبا مائده صلح یا پیمان صلح امضا نشه، تا امو انگام هم نیروهای افغانستان مسئولیت دارند که از جان مال مردم افغانستان محافظت بکنند. و بدون شک طالبان هم از هر راهی ممکن کوشش دارند به مردم آسیب برسانند، وحشت و دهشت ایجاد میکنند و در برابر نیروهای افغان با تمام قوت خود فعلا میجنگند. و در هندوراس 20 مرد مسلح گروه MS-13 با ورود به کاخ دادگستری 4 پلیس را کشتند و الکساندر مندوزا یکی از قدرتمندترین رهبرانشان را با خود بردند. MS-13 یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های تبهکاری در آمریکای لاتین است. درود بر شما که با چشم‌انداز بامدادی BBC با ما هستید در بامداد شنبه 26 بهمن 15 فوریه. داریوش رجبیانم با بهترین آرزوها در آغاز و میانه و پایان روز و هفته هر جای دنیا که هستید. برنامه را از نشست امنیتی مونیخ آغاز کنیم که محل گردهمایی مقام‌های عمده جهان است. شماری از رهبران جهان با استفاده از تریبون نشست نگرانی خود درباره شکست در همکاری‌های بین‌المللی را اعلام کردند. فرانک والتر اشتاینمایر میزبان این نشست و رئیس جمهور آلمان از قدرت‌های بزرگ جهانی انتقاد کرده که پیشتر و بیشتر روی منافع خودشان متمرکز هستند. گفت که روسیه از نیروی نظامی خود به عنوان ابزاری در سیاست خارجیش بهره می‌برد.
چین هم از دید او به دلیل منافع خودش قوانین بین الملل را نادیده گرفته و ایالات متحده آمریکا خود مفهوم جامعه بین الملل را زیر سوال برده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت که شمار هرچه بیشتر مردم در مورد فواید جهان منسجم شک و شبهه دارند و به جای آن به افراد عوامگرایی روی می آورند که از نگرانی های امروز بشریت بهره جویی می کنند. در نتیجه به گفته او کشورها به پشت مرزهای خود بر می گردند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. نخست گزارش کسرا ناجی خبرنگار اعزامی ما به مونیخ آلمان. روز اول تحت شعاع نگرانی های کنفرانس بود در مورد وضع امنیتی جهان. اینجا برداشت اینه که این مقوله غرب از مفهوم داره خالی میشه و اینکه یک جانبگری آمریکا و رقابت های آمریکا و چین در واقع جایی برای کشورهای غربی که از خودشون دفاع کنن نمیگذاره و کشورهای غربی اروپایی به خصوص باید راهی و فکری به حال امنیت خودشون بکنن. از اینکه بگذریم، مسئله ایران یکی از مسائل مورد بحث بود اینجا و آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم که اینجا آمده چند تا گفتگو داشت، ملاقات سرپایی داشت با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا و بعد هم مذاکراتی داشت با وزیر خارجه کانادا که در این مذاکرات مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی چگونگی اون بررسی شد و این خواست کانادا که کانادا میخواد ایران این جعبه سیاه هواپیما رو که تا حالا نفرستاده به خارج به فرانسه تحویل بده که فرانسه بتونه اون رو بازخوانی بکنه. از این که بگذاریم، مسئله افغانستان هم مطرح بود. گزارش شد که آمریکا و طالبان به توافق رسیدن. انتظار داریم تا یکی دو روز آینده، امروز و روزهای آینده، شاید جزئیات این توافق اعلام بشه. و ظاهرا در روز نخست کنفرانس کسرا از نقش ایالات متحده آمریکا در معادلات جهانی و همینطور نفوذ شورای امنیت سازمان ملل انتقاد شده. به چه دلیلی؟ به نظر میاد که نگرانی زیاده از وضع امنیت جهانی، تزلزل امنیت جهانی مسئله است که اینجا مطرح شد. در بدو کنفرانس، در نطق افتتاحیه کنفرانس، ووفگنگ اشینگر که مسئول کنفرانس و رئیس کنفرانس اینجا صحبت از این کرد که این وضع امنیتی که الان وجود داره در جهان غیر قابل قبوله و این سوال رو مطرح کرد که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل کجا هستند؟ مگه شورای امنیت قرار نیست که امنیت جهان رو به اصطلاح تقویت کنه و تضمین کنه؟ کجا هستند اینا؟ چرا از خودشون حرکتی نشون نمیدن و میگه که عملکرد شورای امنیت در سالهای گذشته، ماهای گذشته اصلا دلگرم کننده نبود؟ اینجا این کنفرانس رو الان چند سال دارم پوشش میدم. از وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اصطلاح انتخاب شد و بی‌اعتنایی او به ناتو، این پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی، بی‌اعتنایی او به نیازهای دفاعی و امنیتی کشورهای اروپایی باعث نگرانی زیاد اینجا هست و حالا هم که با این یک جانبه‌گرایی که داره عمق پیدا میکنه و این به اصطلاح رقابت‌هایی که بین چین و آمریکا در گرفته، اینجا احساس در میان کشورهایی که در این کنفرانس، کشورهای غربی که در این کنفرانس هستن، این نگرانی وجود داره که باید کاری کرد، باید چاره‌ای اندیشید. کسرا ناجی در شهر مونیخ آلمان که همونجا خواهد ماند و در برنامه بعدی بی بی سی فارسی با ما خواهد بود، در این باره باعث است که گفتگوی تحلیلی داشته باشیم. منصور فرهنگ با ماست از نیویورک آمریکا، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون. درود بر شما، شب شما در آمریکا بخیر آقای فرهنگ. از اون چه به دست ما رسیده در میابیم که در این نشست امنیت بین الملل در مونیخ از آمریکا انتقاد شده به دلیل چیزی که یک جانبه گرایی عنوان میشه، اونطوری که کسرا هم در صحبتاش میگفت. تا کجا این انتقاد وارده به نظر شما؟ این انتقاد وارده به این دلیل که 70 سال آمریکای شمالی، یعنی ایالات متحده و کانادا و کشورهای اروپایی، در ضمن
پیروی از منافع ملی خودشون اعتقاد داشتن و بر مبدان و اعتقاد عمل میکردن که منافع مشترک امنیتی و اقتصادی هم دارند. ناتو یعنی این پیمان امنیتی که بین اروپا و آمریکا بود یکی از موفق ترین پیمان های روابط بین المللی. این مورد سوال قرار گرفته به وسیله آقای ترامپ. ترامپ به طور کلی از دیپلماسی به معنای همکاری و همبستگی با کشورهایی که در 70 سال گذشته متحد آمریکا بودن داره روی برمیگردونه و میخواد سیاست خارجی آمریکا رو خصوصا از جهت اقتصادی بر مبنای روابط دوگانه بدبستان با یک کشور انجام بده به جای اینکه در چارچوب که هماهنگی های مشترک بین المللی باشه. خیلی جالبه که من برای اولین بار امروز یک کلمه خوندم در رابطه با کنفرانس مونیخ که به انگلیسی معنیش است وستلسنس، که این شباهتی به اصطلاح غرب زدگی در ایران خود ما داره، به این شکل که کشورهای غربی تا کنون فکر میکردن و اعتقاد داشتن که منافع مشترک امنیتی و اقتصادی دارند، ولی این مورد سوال قرار گرفته در درجه اول با آقای ترامپ، ولی در اروپا هم گروه ها و عناصری هستند که این اتحادیه اروپا رو مورد سوال قرار دادن. بنابراین میگن هویت غربی به اون شکلی که در گذشته وجود داشته امروز مورد سوال و تردید قرار. اتفاقا در باره هویت غربی بعدن صحبت خواهیم کرد آقای فرهنگ، ولی راجع به همین یک جانب گرایی آمریکا بگیم که در این نشست مطرح شده. خب اگر این واقعیت داشته باشه که آمریکا همچنان دنبال سیاست یک جانب گرایی هست، با چنین وضعیتی تا کجا معادله غرب با ایران میتونه حل بشه؟ کوتاه لطفا. به نظر من تا زمانی که آمریکا حاضر نباشه نرمشی نشون بده در رابطه با تعلیق تحریم ها، که میتونه نرمشی باشه که مثلا بگه برای 3 ماه یا 6 ماه تحریم های نفتی ایران میتونه به حالت تعلیق در بیاره، بسیار بعیده که بدون نشون دادن این نوع نرمش از طرف آقای ترامپ ایران بیاد وارد مذاکره دو جانبه بشه. ایران سخت گرفتار مسائل داخلی و منطقه‌ای خودشه، ولی در این حال روانشناسی سیاسی و ماهیت ولایت فقیه که 40 سال صحبت از مرگ بر آمریکا و پرخاشگری به غرب میکنن، نرمش نشون دادن یک طرفه بسیار بعیده. موضع ایران به نفع منافع ملی کشور نیست، ولی به نظر من آقای ترامپ در اصطلاحی هست در روابط بین المللی و همه جا که میگن استفاده کردن از هویج و چماق، میگن اگر میخوای از چماق استفاده بکنی هویج رو آماده داشته باش، ولی آقای ترامپ فقط میخواد از چماق استفاده بکنه و بسیار بعیده که اگر او بخواد به روش خودش ادامه بده خطر درگیری نظامی بین ایران و آمریکا خاتمه پیدا بکنه. و حالا یک صحبت نسبتاً در واقع موضوعی داشته باشیم که نسبتاً انتزاعی هست ولی مربوط به امروز که بهش اشاره کردین آقای فرهنگ، یکی از مسائلی هم که در این نشست مونیخ مطرح بوده کلاً موضوع خالی شدن مفهوم غرب یا هویت غربی برای بسیاری بوده که برای این مفهوم ارزش قائل هستن. آیا به راستی با رویدادهایی که مواجهش هستیم میتونیم بگیم که غرب دیگر اون مفهوم نهادینی خودش رو از دست داده؟ به معنای امنیتی این احتمال، چرا؟ برای اینکه چین یک نیروی قوی از نظر اقتصادی و سیاسی شده، روسیه دوباره فعالیتاش رو شروع کرده، ولی در ضمن دیگه اون اتحاد، اون دشمنی که همگی در تعریف اون دشمن نظرات مشترکی داشتن از بین رفته، و بعدم اینکه این اقتصاد، تحولات اقتصادی که در نتیجه پیشرفت تکنولوژی، اختلافاتی در این کشورها هم از جهت فرهنگی و هم از جهت اقتصادی ایجاد کرده که اون هویتی که بتونه در برگیرنده همه این کشورها باشه، که دشمنی داشته باشن که همه با اون در رابطه با خطر اون دشمن موافقن، منافع امنیتی و اقتصادی باشه که اونها بخوان روی اون کار، این مورد سوال قرار گرفته. برای اینکه معادلات قدرت و به طور کلی روابط اقتصادی در دنیا تا
تغییر اساسی کرده. امروز چین و آمریکا چنون اقتصادشون در هم تنیده است، یعنی وابستگی دو جانبه دارن که دو طرفین دارن که اگر یک طرف بخواد اقدامی بکنه که بخواد طرف مقابل رو به خطر بیندازه یا نگران بکنه یا ضرر اقتصادی بزنه، خودش هم اون گرفتار همون ضرر و نگرانی میشه. خیلی اگر در آمریکا اختلاف مشکلات اقتصادی پیش بیاد، هیچ کشوری بیش از چین نگران نمیشه. این در برگی این تغییرات اساسی در معادلات قدرت و این وابستگی های متقابل در دنیا شرایطی ایجاد کرده که نیاز به فکر و تحلیل و همکاری های جدید داره، ولی با نهایت تأسف در آمریکا، یعنی قوی ترین کشور اقتصادی و نظامی در دنیا، رئیس جمهوری داره که همطور که رئیس جمهور آلمان میگفت اصلا اعتقادی به جامعه جهانی و منافع مشترک این کشورها نداره. بنابراین امید اینه که بعد از خاتمه ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا که به نظر من هنوز اعتقاداتش به جامعه جهانی باقی است، بتونه دولتی سر کار بیاره که روابط بین المللی در جهت همکاری و فهم اشتراک منافع پیش بره. ولی در حال حاضر همطور که ما در این کنفرانس و سخنرانی های امروز دیدیم، به قول معروف آمریکایی ها، فیل بزرگی که در این کنفرانس وجود داشت ولی کسی اسمش رو نیاورد، پرزیدنت ترامپ بود. خب همچنان این کنفرانس ادامه داره. سپاسگزارم آقای فرهنگ. باز ببینیم که چی میشه. با منصور فرهنگ صحبت میکردم، استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون که از نیویورک آمریکا با ما بود. و ما ایران در پیشاروی انتخاباتی تازه است. 6 روز دیگر، 2 اسفند، قرار است مردم برای انتخاب نمایندگان خود در مجلس پای صندوق‌های رأی بروند. نامزدهای نمایندگی مجلس ایران تا 5 شنبه، یعنی تا 5 روز دیگر، فرصت تبلیغات و همینطور کارزار انتخاباتی دارند. این کارزار گاهی چنان پرهزینه است که درآمد دوران 4 سالی نمایندگی نمیتواند هزینه آن را تأمین کند. این هفته رشته گزارش هایی داریم درباره مجلس در ایران. در نخستین گزارش همکارم فرنوش امیرشاهی نگاهی کرده به دخل و خرج نمایندگی مجلس در ایران. نماینده شدن در مجلس ایران سخت و پرهزینه است. وقتی کاندیداها از مرحله بررسی صلاحیت های شورای نگهبان بگذرند، تازه وارد رقابت برای تبلیغات انتخاباتی می شوند. کاری که برای پیروزی باید هر آنچه در چنته دارند رو کنند. این مراحل خرج زیادی روی دستشان می گذارد. با گرانی و افزایش نرخ تورم، هزینه های تشکیل ستاد انتخابات و تبلیغات سرسام‌آور شده. مثلا فقط در 1 مورد، چاپ 1000 بنر 1 متر در 1 متر برای نصب در خیابان حدود 30 میلیون تومان تمام می شود. 10,000 تراکت تبلیغاتی روی کاغذ گلاسه 2 رو و در قطع A4 هم هول و هوش 4 میلیون تومان می شود. البته نامزدهای انتخابات معمولاً بیش از این تعداد به پوستر و بنر احتیاج دارند که این یعنی خرج بیشتر. به همین نسبت میتوان سایر هزینه های تبلیغات مثل تأمین محلی برای برپایی ستاد انتخابات، تجهیزات فنی، نیروی کار و ایجاد وبسایت و فعالیت در شبکه های اجتماعی را هم محاسبه کرد. به جز این موارد، عموماً نامزدها به ویژه در حوزه های کوچکتر برای جلب رأی سفره‌های شام و نهار برپا می‌کنند. در مواردی که رقابت فشرده‌تر است، ساخت فیلم‌ها و کلیپ‌های تبلیغاتی هم بر آرا تأثیر دارند. میشه یه قرارداد بنویسیم که یه خونه شکلاتی بسازن؟ تأمین چنین هزینه‌های به نرخ روز میلیاردی است. اما همه نامزدها چنین ثروتی ندارند. به خصوص اگر از سوی احزاب و گروه‌ها حمایت نشود. پس این پول از کجا تأمین بشود؟ دارم من خرج نگم، مردم خرج کردن. زمین دارم، ملک دارم. توضیحات این نمایندگان مجلس فعلی 1 روی قضیه است. صدای علی لاریجانی، رئیس مجلس. اگر اطلاعی از این چنین انتقال پولی در انتخابات اخیر دارند که آنها را به قدرت رسانده اعلام کنند. اگر از خرید و فروش رأی و پولهای کثیف در انتخابات بگذریم، کسانی که برای نامزدها پول خرج می‌کنند، نیم نگاهی هم به بازگشت سرمایه‌شان دارند. توضیحات آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی.
سرمایه گذاران و هواداران هر نامزد انتخاباتی مثل هر سرمایه گذار دیگه‌ای وقتی که این هزینه ها را انجام میدن در نهایت مطالباتی دارند و انتظاراتی دارند که اون مطالبات و انتظارات میتونه در چارچوب قانونگذاری یا اعمال نفوذ سیاسی یا استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و سیاسی یک فرایند فسادآمیز و مفسدآمیزی رو در کشور به وجود بیاره. با این حال همه چیز به قبل از انتخابات و زمان تبلیغات محدود نمی‌شود. اگر کاندیداها به مجلس راه پیدا کنند، درآمدهای نمایندگی نمی‌تواند مخارج تبلیغات را برای بسیاری از آنها تأمین کند. اواخر دیگه رسیده بود به 11 تومان. توضیحات حمید رسایی درباره میزان دریافتیش از مجلس در زمان نمایندگی. باید حقوق ماهانه و بعضی دریافت‌های دیگر را هم اضافه کرد. هرچند نمایندگان مجلس به صراحت میزان دریافتی خود را اعلام نمی کنند و بعضی حتی ترجیح می دهند همچنان حقوق ماهانهشان را از مراکز دولتی که قبل از نمایندگی مجلس در آنجا مشغول بودند بگیرند، اما بر اساس برآوردها می توان گفت حقوق نمایندگان مجلس نزدیک به 10 میلیون تومان است. به علاوه در شهری مانند تهران، نمایندگان ماهانه 4 میلیون تومان برای تهیه ماشین و حدود 6 میلیون تومان هم اجاره مسکن دریافت می‌کنند. سایر هزینه‌های نمایندگی مثل اجاره دفتر، استخدام نیرو و بلیط هواپیما ماهانه بیش از 15 میلیون تومان می‌شود. به طور متوسط کل درآمد 4 ساله نمایندگان از مجلس نزدیک به 400 میلیون تومان برآورد شده. اگر این مبلغ را در کنار هزینه‌های میلیاردی تبلیغات انتخابات بگذاریم، به نظر می‌رسد دخل آنها با خرجشان نمی‌خواند. به ویژه برای نمایندگان شهرستان‌ها که مراجعان زیادی دارند، درآمدهای مجلس کفاف مخارجشان را نمی‌دهد. در این صورت چرا چنین ماراتون نفسگیری برای رسیدن به صندلی‌های سبز مجلس در جریان است؟ پاسخ آرش حسنیا، خبرنگار اقتصادی. تأثیر نفوذ سیاسی نماینده در مجلس بر اعطای تسهیلات، صدور مجوزها یا رانت‌های اطلاعاتی و تسهیلاتی باشه که او میتونه نصیب همراهان، هواداران و سرمایه‌گذاران خودش یا اعضای فامیل یا نزدیکان به قوم و قبیله خودش بکنه. البته نمیتوان چنین موضوعی را به همه نمایندگان مجلس تعمیم داد. با این حال موارد متعددی از فساد اقتصادی نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس در ایران مطرح شده. از جمله فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس دهم به اتهام اخلال در بازار خودرو مدتی بازداشت شدند. توضیح احمد توکلی از نمایندگان سابق مجلس. یه تعرفه رو تو کمیسیون تلفیق بتونن یه ذره بالا پایین کنن، تعرفه رو در واقع دست دولته، ولی بعضی وقت در مسائل خاصی مثل خودرو من استخالت میدونم تعرفه گذاری میکنه بالا پایین کنن، یه بدون چیز پول از جایی از جاهایی به یه جای خاصی میره. استفاده از موقعیت سیاسی و ارتباط‌های گسترده با نهادهای قدرت و اقتصاد آنقدر فریبنده هست که بسیاری به خاطر آن به آب و آتش بزنند و وارد کارزاری سخت و پرهزینه شوند. فرنوش امیرشاهی گزارش میداد. اما شما که احیانا از ایران این برنامه رو میشنوین یا تماشا میکنین چه دیدگاهی دارین؟ اصلا راجع به انتخابات پیش رو که قرار 6 روز دیگه برگزار بشه چه نظری دارین؟ خواستگارش هستیم. این انتخابات مجلس ایران چه سرانجامی خواهد داشت به نظر شما؟ تا کجا در معادلات بعدی ایران میتونه سرنوشت ساز بشه؟ پرسش هایی است که دوست دارم از شما براشون پاسخهایی داشته باشیم، هم در پیامگیر و تلگرام بی بی سی فارسی و هم پای پخش زنده چشمانداز بامدادی در فیسبوک بی بی سی فارسی که همین حالا جریان داره. نظر بدین تا شنیده بشین. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044-370-412-2222
خبرهای دیگری هم داریم از ایران، از ناصر مدنی که طبعا 6 روز مونده به انتخابات مجلس ایران با خبری مربوط به همین موضوع آغاز میشه. حزب اصلاح طلب کارگزاران سازندگی فهرستی 30 نفره از نامزدهای مورد حمایتش در حوزه انتخابیه تهران داده که مجید انصاری معاون سابق حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صدر آن قرار دارد. چند روز پیش شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان، تشکیلاتی که احزاب مختلف اصلاح طلب در آن نماینده دارند، اعلام کرد که برای انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی که جمعه هفته آینده برگزار می‌شود لیست انتخاباتی مشترک نمی‌دهد. انتخابات مجلس در حالی برگزار می شود که داوطلبان نامزدی از جمله 10 نماینده کنونی مجلس و چهره‌های اصلاح طلب به طور گسترده رد صلاحیت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با ناعادلانه خواندن روند برگزاری دادگاه روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، هشدار داده که برخی اتهامات منتسب به وی میتواند منجر به صدور حکم اعدام شود. این نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران در بیانیه روز جمعه خود با اشاره به قاضی پرونده، قاضی ابوالقاسم صلواتی، او را جلاد روزنامه‌نگاران و وبنگاران نامیده و عنوان کرده که اتهامات مفسد فی الارض و جاسوسی طبق قوانین ایران می تواند به صدور حکم اعدام علیه آقای زم منجر شود. استاندار گیلان میگوید حدود 90% راه‌های روستایی استان گیلان که از 5 روز پیش در اثر بارش برف سنگین مسدود شده بود حالا باز شده است. ارسلان زاره در جمع خبرنگاران در رشت گفت انتظار می‌رود تا پایان امروز شنبه تمامی راه‌های روستایی استان برف روبی و بازگشایی شود. در اثر برف سنگین در رشت دست کم 8 نفر کشته شدند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده که از امروز توده هوای سرد دیگری از غرب وارد ایران خواهد شد. و بحرین چند بانک ایرانی را به پولشویی متهم کرده است و گفته که این بانک ها برای کمک مالی به تروریسم مخفیانه میلیاردها دلار پول جابجا می‌کردند. دادستانی بحرین میگوید پول‌ها از طریق بانک بحرینی مستقبل ارسال می‌شد که پس از بررسی و تحقیق مشخص شده که دو بانک ملی و صادرات ایران این بانک را کنترل می‌کردند. MA در تلگرام نوشته که مجلسی وجود نداره، سران سه قوه نشستند و تصمیم گرفتند و من رأی نخواهم داد. سامان میگه انتخابات توی ایران، در ایران مگه انتخابات هم هست؟ من یکی چیزی در مورد انتخابات واقعی توی ایران نشنیدم و سراغ ندارم. کسی میدونه اعلام کنه که ما هم بدونیم که چی به چی هست؟ شما هم اگه در مورد انتخابات که پیش رو هست نظری دارید برامون بفرستین. این موضوع انتخابات که دوم اسفند هست، 6 روز دیگه، در روزنامه‌های صبح امروز تهران هم موج میزنه، اونطوری که از فرشته قاضی روزنامه‌نگار آزاد در آتلانتا یا آمریکا شنفتم. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش نخست شروع می‌کنیم با بلوغ انتخاب از جوان و دیدهای تازه‌ای در راه هند از شرق و شطرنج نابرابر از آفتاب یزد. خب خانم قاضی، مطلب اول از روزنامه جوان هست، بلوغ انتخابات که مربوط به انتخابات قریب الوقوع در ایران هست که میگه که با امنیت کشور رقم خورده، درسته؟ همینطور. عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان معتقده که انتخابات در ایران صرفا چرخش نخبگان در درون قدرت نیست. اساس و اصل انتخابات معنای عمیق‌تری داره که با امنیت کشور رقم خورده. به اعتقاد آقای گنجی میزان مشارکت بالای مردم قطعاً دشمن رو به عقب خواهد روند و مشارکت پایین اونها رو جری خواهد کرد و کاهش مشارکت رو دشمن محصول فشار روانی و اقتصادی خود خواهد دونست. رای قطعاً ارزشی بیش از شلیک موشک به پایگاه دشمن داره به اعتقاد مدیر مسئول روزنامه جوان و این رای شلیک به قلب و محاسبات دشمنه. روزنامه شرق اما وضعیت اصلاح طلبان در این انتخابات رو بررسی کرده در مطلب بدیل‌های تازه‌ای در راهند با علامت تفهیم، چه میگی دقیقا؟ احمد غلامی سردبیر روزنامه شرق معتقد هست که اصلاح طلبان به قعر فعل رونده شدن و یقیناً اپوزیسیون و اصولگرایان هستند که بیشترین بهره برداری رو از این قضیه می کنند. آقای غلامی نوشته اگر یکی از آماج حوادث آبان 98 از کار انداختن اصلاح طلبان بوده باشه که هست، تیر مخالفان به هدف نشسته، اما در غیاب اصلاح طلبان که قطعی مهمی از ماشین انتزاعی دولتند، چه کسی کارشون رو بر عهده خواهد گرفت و بدیل اونها چه کسانی یا چه جریانی خواهند بود؟
آقای غلامی اینطور پاسخ داده که همواره در بحران اقتصادی و برای برون رفت از بحرانهایی که انباشت سرمایه رو به خطر میندازه بدیل تازه‌ای خلق میشه. حذف اصلاح طلبان تاوان خلاصی از بحرانه. سرسختی‌های هیئت‌های نظارت در رد صلاحیت هم نشون میده که اراده قوی وجود داره تا نشون بده دیگه بود و نبود اصلاح طلبان مسئله نیست. اصلاح طلبانی که دیگه توان به میدون آوردن تیپای خاکستری رو ندارن و حتی شک و دودلی در میان حامیانشون هم موج میزنه، به چه کار سیاست میان که باید نگران حذف یا تعدیل اونها بود. و سرانجام در این بخش روزنامه آفتاب یزد وضعیت اصولگرایان و اصلاح طلبان رو در این انتخابات یک برابر خوانده، به چه دلیلی؟ روزنامه‌های مختلف امروز اکثرا تیتراشون در رابطه با لیست‌های انتخاباتیه که منتشر شده از طیف اصولگرایان و همچنین اصلاح طلبان. روزنامه آفتابی است هم نگاهی کرده به این لیست‌ها و نوشته با آغاز زمان تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس لیست‌های پی در پی راست و چپ منتشر شده تا رقابت میان اصولگرایان و اصلاح طلبان رو بشه از لیست‌های اونها وزن کشی کرد. هرچند جناح چپ برای عرض اندام دستش خالیه، دست راستی‌ها این روزها درگیر جدال تمام عیار بر سر نحوه بستن لیست به دلیل ازدیاد کاندیدا هستند. روزنامه آفتابی از نوشته به نظر میرسه اصلاح طلبان تلاش میکنن با حد اقل بضاعت حد اکثر بهره‌وری رو در انتخابات آتی به دست بیارن، اما حالا باید دید صندوق رأی این انتخابات با چه واکنشی از سوی مردم مواجه خواهد شد. بازم چند مطلب دیگر داریم از روزنامه صبح امروز چاپ تهران که در ادامه برنامه سراغشون رو خواهیم گرفت. شنبه است، رو به پایان بهمن ماه هستیم، 26 بهمن و درست در میانی ماه میلادی فوریه، 15 فوریه و درست در میانی برنامه چشم اندازه بامدادی امروز در نشستی که در واقع در اینجا میتونیم که نگاهی داشته باشیم به تازه‌ترین خبرهای جهان، سرخط اونها تا این لحظه در نشست امنیتی جهانی در شهر مونیخ آلمان، شماری از رهبران جهان نگرانی خود درباره شکست در همکاری‌های بین‌المللی را اعلام کردند. فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان و میزبان نشست از قدرت‌های بزرگ جهانی انتقاد کرده که بیشتر روی منافع خودشان متمرکز هستند تا منافع جهان. دولت چین دستور داده هر کس که وارد شهر پکن پایتخت این کشور می شود باید 2 هفته در قرنطینه بماند و ناقضان این دستور را به مجازات تهدید کرده است. این تازه ترین چاره دولت چین برای مقابله با گسترش ویروس کرونا است که تاکنون به مرگ 1300 تن انجامیده. و سازمان عفو بین الملل در فراخوانی خطاب به رئیس جمهور تاجیکستان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دلیر شریفوف خبرنگار آزاد تاجیک شد. در این بیانیه آمده که دلیر شریفوف یک زندانی عقیدتی است که به خاطر استفاده از حق خود در چارچوب آزادی بیان بازداشت شده. آقای شریفوف روز 28 ژانویه دستگیر شد و بعد از 2 روز دادگاهی در شهر دوشنبه او را به برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و دینی متهم کرد و حکم بازداشت او برای مدت 2 ماه صادر شد. حالا در ادامه برنامه که به نیمش رسیدیم و از اون اندکی هم عدول کردیم، حتما از ویروس کرونا یا کووید 19 خواهیم گفت که این روزها دغدغه جهانیه و موضوعهای جالب دیگه هم داریم تا برسیم به تازه های موسیقی پاپ ایران. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم، عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم، عشق یعنی کنار من. شادمهر عقیلی اگه صدا شناختین و دیگر ستاره‌های موسیقی پاپ ایران رو داریم در مرور تازه های موسیقی ایران در هفت شنبه تا حدود 17 دقیقه دیگه اگه با ما بمونید. دولت چین دستور داده هر کس که وارد شهر پکن پایتخت این کشور می شود باید 2 هفته در قرنطینه بماند و ناقضان این دستور را به مجازات تهدید کرده است. این تازه ترین چاره دولت چین برای مقابله با گسترش ویروس کرونا است که تاکنون به مرگ 1300 تن انجامیده و نام علمی کووید 19 را کسب کرده است. کانون سرایت کووید 19 شهر ووهان چین است. این دستور در پی پایان یافتن تعطیلات سال نو در چین صادر شده و متوجه کسانی است که در تعطیلات از پکن خارج شده بودند. همزمان نخستین مورد ابتلا به این ویروس در آفریقا نیز گزارش شده. تازه ترین های مربوط به کووید 19 را از مهرنوش پورزیایی از واشنگتن بشنوید. در حالی که تیمی از کارشناسان و محققان سازمان بهداشت جهانی عازم چین شدند تا تحقیق درباره نحوه سرایت و شدت گسترش ویروس کرونا را آغاز کنند، تعداد مبتلایان به این ویروس کماکان در چین رو به افزایش است.
بیش از 63 هزار نفر تا کنون در این کشور به ویروس کرونا آلوده شدند و تنها در چین 1381 نفر جان خود را از دست دادند. خارج از مرزهای چین 500 مورد ابتلا به ویروس در 24 کشور و 3 مورد مرگ بر اثر آن در 3 کشور هنگ کنگ، فیلیپین و ژاپن گزارش شده. با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا، این بیماری حالا به بحرانی سیاسی و اقتصادی در چین تبدیل می شود. وانگی، وزیر خارجه چین در مصاحبه‌ای مفصل با خبرگزاری رویترز از آمریکا خواسته تدابیر غیر ضروری برای محدود کردن تجارت، سفر و جهانگردی مربوط به چین را در واکنش خود به ویروس کرونا کنار بگذارد و تأکید کرده کشورش از هیچ تلاشی برای مقابله با ویروس فروگذار نخواهد کرد. وانگی: این اتفاق هر کشوری و هر رهبری رو در جهان به چالش میکشه، ولی چین با اون روبرو شده. ما احتمال اینکه در چین هم مشکلات و چالش هایی وجود داشته باشه رو رد نمی کنیم، اما شاهدید که اکثریت کشورها از تدابیر چین تقدیر کردند. تا زمانی که ما با رهبری پرزیدنت شی پیش بریم، میتونیم به طور مؤثر این اپیدمی رو مهار کنیم. دولت چین که به دلیل گسترش ویروس میان کارکنان بیمارستانی در استان هوبی نیز هدف انتقاد قرار گرفته، در تلاش است پایتخت را به هر قیمتی از ویروس کرونا دور نگه دارد. با به پایان رسیدن تعطیلات سال نو در چین که یک بار برای کنترل گسترش ویروس تمدید شده، دولت نگران این است که پکن، پایتخت این کشور، با 20 میلیون جمعیت گرفتار ویروس کرونا شود. به دستور دولت چین هر کس که سر بازگشت به پکن دارد باید 2 هفته یا در خانه خود یا در اقامتگاه‌های مشخص شده توسط دولت قرنطینه شود و سرپیچی از این دستور بی مجازات نخواهد ماند. مقام‌های چینی گفتند 6 نفر از کارکنان بخش درمانی این کشور به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. ژنگ یی‌جین، معاون وزیر بهداشت ملی، گفته 1102 نفر از کارکنان بخش درمانی این کشور که در ووهان فعال بودند به ویروس کرونا مبتلا شدند و 400 نفر از آنها نیز در بخش‌های دیگر استان هوبی گرفتار این بیماری شدند. آقای ژنگ به خبرگزاری رویترز گفته است وظایف کارکنان بخش‌های بهداشتی در خط مقدم مقابله با بیماری بسیار سنگین است. آنها استراحت محدودی دارند و با فشار روانی بالا و خطر ابتلا به ویروس روبرو هستند. در همین حال در آفریقا وزیر بهداشت مصر اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا را تایید کرده است. این مقام مصری شخص مبتلا را خارجی اعلام کرده، اما نگفته شهروند کدام کشور است. به گفته وزارت بهداشت مصر، سازمان بهداشت جهانی از این موضوع باخبر است و فرد بیمار در یک بیمارستان قرنطینه شده. متخصصان پیشتر اعلام کرده بودند به دلیل روابط نزدیک چین و آفریقا به زودی موارد ابتلا به ویروس در آفریقا نیز مشاهده خواهد شد. مهرنوش پورزیه گزارش میداد و من همزمان داشتم پیام‌های شما را مرور می‌کردم که تعدادشون اندک نیست. از فیسبوک شروع می‌کنم. بیشتر دیدگاه‌ها درباره انتخابات دوم اسفند ایرانی که درباره‌اش صحبت‌های داشتیم در طول برنامه. محسن نوشته که انتخاب نماینده‌های خود یا انتخاب نماینده‌های منصوب شده رهبری مسئله این است. چرا انتخابات در جمهوری اسلامی بعد از 41 سال حزبی نیست؟ آیا انتخابات واقعی می‌تواند بدون وجود حزب برگزار شود؟ اینها پرسش‌های محسن هست. اشکان نوشته که من به چشم خودم دیدم نماینده یک شهرستان کوچک صاحب املاک و مستغلات شده و بسیاری در بنگاه‌های اقتصادی زینف هستند، درآمدهایی دارند که فرزندانشان را در خارج میفرستند که در بهترین دانشگاه‌ها درس بخونند. به نظر اشکان، عبدالحکیم میگه انتخاب مردم مهم است اگر آن معتبر باشد. و ایزدری ناصری میگه که مردم ایران اسلامی به دست خود سرنوشت خود را تعیین میکنند، نه کسی دیگر. رأی دادن یعنی سربلندی ایران در مقابل دشمنان ایران. داریوش ایرانی میگه که هیچ انتخاباتی در کار نیست و نخواهد بود و همش فیلم بازی. به نظر داریوش افشین در مورد بررسی موضوع ایران در مجامع بین الملل میگه که نباید از نالایقی دولت مردان ایرانی به سود خودشون استفاده کنند و ادعای مردم دوستی کنند. هدف باید صلح و آرامش جهانی باشه به نفع تمام ملت ها.
از تلگرام از عباس میخونم که نوشته که به نظرم ایران میتوانست به جای تهدید امنیتی بودن آمریکا و اسرائیل مبتکر طرح‌های نوین و خلاقیت آمیز امنیتی در جریان برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ باشد. و همینطور داره پیام‌های دیگری هم میرسه، اگه فرصت شد حتما به اونها هم خواهیم رسید. و اما به دلیل تحریم‌های آمریکا محصولات سامسونگ به نام سام و LG با نام جی پلاس در ایران عرضه می شود. علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیری انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران به خبرگزاری ایرنا گفت که پایین آوردن تابلوهای شرکت کره سامسونگ از مغازه‌ها در ایران چند وقتی است آغاز شده و در هفته‌های آینده نخستین محصولات جایگزین سامسونگ با برند یا نشان سام وارد بازار می شود. گفت که از یک سال پیش همکاری شرکت ایرانی همکار با LG کره جنوبی قطع شده و فرآورده‌های آن به جی پلاس تغییر نام پیدا کرده است. خبرگزار ایرنا می‌نویسد که به دنبال قطع همکاری شرکت‌های LG و سامسونگ کره جنوبی با شرکت‌های ایرانی در ماه‌های گذشته، آخرین تابلوهای این دو شرکت در حال جمع‌آوری از سطح شهرها، فروشگاه‌ها و مغازه هاست و مشتریان می توانند از محصولات جایگزین سام و جی پلاس استفاده کنند. در این باره شماری از مخاطبان ما نظراتی دادند، با صدای خودشون بشنویم. برند LG و سامسونگ از ایران نرفتن، بلکه به صورت قاچاق دارن جنسشون رو وارد می کنن، شاید بیشتر از قبل. یعنی همینقدری که این جنس ها تو بازار ایران کم میشه، به جاش قاچاقش از کشورهای دبی و کشور عراق وارد کشور همون میشه. در ضمن این که بگم یه برندای متفرقی مثل جی پلاس یا سام به جای اینا میخواد وارد بشه و از همین مونتاژهای ایرانی هستش. میخوام بگم که اینها اومدن به جای LG و سامسونگ، در صورت که هیچ گونه مشابهتی با اونا ندارن از لحاظ کیفیت. صوتی تصویری و لوازم خانگی LG و سامسونگ تأثیر زیادی تو زندگی ما دارشون مصرف کنندشیم. بعد اینا 100% گرون میشن و باعث میشه که از این بعد جنسای آشغال و بنجل داخلی و چینی بیان وارد بازار بشن و مردم از روی اجبار برن از اونا بخرن و از اونا مصرف کنن. با رفتن سامسونگ و LG از ایران، دیگه تنها فرق ما با کره شمالی اینه که ما تکنولوژی رو از روز اول دیدیم و دارن از همون میگیرن، اما توی کره شمالی تکنولوژی رو ندیدن و ناراحتش هم نیستن. ایران دیگه کشور ممکنها نیست، ایران کشور غیر ممکنهاست. امروز دنیا کنار جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم داره مردم ایران رو له میکنه. خب اینم صدای شماره از مخاطبان BBC فارسی بود. بهنام درباره انتخابات باز هم نوشته که یک نکته جالب در انتخابات امسال وجود دارد و آن یک تفاوت فاحش با سایر انتخابات مجلس است. مثلا در شهرستان مانند نورآباد نماینده بین دو طایفه انتخاب میشد و شرکت در انتخابات یک وظیفه طایفه‌ای و قبیله‌ای میشد، ولی با گسترش شبکه‌های اجتماعی و آگاهی افراد به هیچ عنوان جو سابق وجود ندارد و افراد برای درخواست رأی به یک کاندید به گونه احساس شرمساری می کنند و افراد شاخص از هر دو طایفه برای انتخابات حتی ثبت نام هم نکردند. گویی رقابت بین دو طایفه این بار در شرکت نکردن در انتخابات است. این هم نظر بهنام بود. و حالا برگردیم به روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران با فرشته قاضی در آتلانتای آمریکا. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با نشست بروکسل و مأموریت جدید ناتو در عراق از جهان صنعت، امید دوباره زندانیان در انتظار مرخصی از اعتماد و خارجی‌ها به پسرهایشان رضایت‌نامه نمیدهند از شرق. خب خانم قاضی، از جهان صنعت اونطور که این فهرست رو چیدین شروع بکنیم، از نشست بروکسل و مأموریت جدید ناتو در عراق، چه نگاهی این روزنامه به این موضوع داره؟ صلاح‌الدین حرسنی در روزنامه جهان صنعت نوشته که نقشه راه جدید نشست بروکسل و ناتو چیزی جز جلوگیری از نقشیابی‌های تهران در ژئوپلیتیک غرب آسیا نیست. در واقع مساهمت اصلی ناتو
و واشنگتن محدودسازی و در نهایت مهار ایران در منطقه است، چرا که باور اونها بر اینه که حضور معنادار تهران در بغداد به معنای به چالش گرفتن هژمونی واشنگتن و برهم زدن معادلات اونها در واقعیت‌های میدانی عراق خواهد بود. و از اونجا که تهران بعد از ترور سردار سلیمانی مصمم بیش از گذشته منافع واشنگتن و متحدانش رو در کانون‌های بحرانی نظیر عراق به چالش بگیره، لازم تلاشی برای محدودسازی و مهار اون از سوی ناتو انجام بشه. و اما روزنامه اعتماد برخوردهای دوگانه در مرخصی زندانیان رو بررسی کرده در پرونده‌های معروف زندانیان، چه میگه دقیقا؟ سخنان ابراهیم رئیسی رئیس دستگاه قضا در بازدید از زندان قرچک در خصوص اینکه نباید در مورد اعطای مرخصی و پذیرش وثیقه ها سختگیری بشه بازتاب گسترده ای داشته. بیشتر روزنامه ها تبلیغاتی این مسئله رو پوشش دادن. روزنامه اعتماد اما اومده برخوردهای دوگانه در اعطای مرخصی ها رو بررسی کرده. مثلا 8 فعال محیط زیستی که از بهمن و اسفند 96 در بازداشت موقتن، یا برخی از دراویش گنابادی که از بهمن 96 بازداشت شدن، هیچ کدوم در طی 2 سال گذشته موفق به دریافت مرخصی های کوتاه مدت هم نشدن. حامد آینه‌ون روزنامه نگار هم 18 ماه حق مرخصی نداره. ندا ناجی از 11 اردیبهشت، امیر سالار داوودی وکیل دادگستری، اینا هیچ کدوم مرخصی نمیتونن بیان. اما اعتماد نوشته تعدادی از افراد هم هستن که در شرایط خاص نیستن اما به زندان نرفته هم به اونها مرخصی تعلق میگیره، مثل اسفندیار رحیم مشایی، همه بقایی، سعید مرتضوی، حسن عباسی و حسین فریدون برادر رئیس جمهور. اعتماد انتقاد کرده و نوشته که برخوردهای سلیقه‌ای و رویکرد دوگانه در قبال زندانیان سیاسی انتقاد افکار عمومی را هم در پی داشته. بله، قرار بود ایران میزبان مسابقات زیر 16 سال بسکتبال بشه که ازش گرفته شد در پی سرنگونی هواپیمای اوکراینی. روزنامه شرق در مطلب خارجی ها به پسرهایشان رضایت نامه نمیدهند، در این مورد چی میگه؟ روزنامه شرق از ادامه تبعات ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و تأثیراتش در ورزش نوشته. همونطور که اشاره کردید اینکه به دلیل تنش‌های به وجود اومده و دلایلی نظیر عدم تأمین امنیت و سلامت ورزشکاران، فیبا یعنی فدراسیون آسیایی بسکتبال اعلام کرده نمیتونه به ایران اجازه برگزاری مسابقات رو بده و میزبانی ایران رو لغو کرده. روزنامه شرق نوشته که نهاد فیبا آسیا مخالف میزبانی بسکتبال ایران نیست، اما خانواده‌های ورزشکاران مانع از برگزاری مسابقات در تهران شدند. طبق قوانین بین‌المللی ورزشی در رده سنی زیر 16 سال اجازه والدین برای حضور و همراهی بازیکنان اجباریه و والدین بیش از 6 تیم حاضر به امضای رضایت‌نامه برای سفر به تهران نشدند. فرشته قاضی بود با روزنامه صبح امروز چاپ تهران. امیر ارسلان نوشته که این دوره همه سر شرکت نکردن در انتخابات یک صدا هستند، که باید بگم البته پیام های هم داشتیم که میگن که در انتخابات شرکت خواهند کرد، هرچند به نسبت اگه بگم کمتر بوده. حالا بریم سراغ رویدادهای ورزشی روز. محرومیت باشگاه فوتبال منچستر سیتی از حضور در رقابت‌های باشگاهی فوتبال اروپا خبر گنده دیروز بود در زمین ورزش. منچستر سیتی گفته که علیه این محرومیت در 2 فصل آینده درخواست استیناف خواهد کرد. چند و چنش رو از علی آخوندان می‌شنویم. دیروز عصر خبر غافلگیر کننده ای که اومد محرومیت قهرمان باشگاه های فوتبال انگلیس از حضور در رقابت های اروپایی منچستر سیتی برای 2 فصل 2021 و 2021-2022 از حضور در مسابقات باشگاهی اروپا محروم شد. یوفا دلیل این امر رو تخلف های جدی در دور زدن قوانین مربوط به پروانه باشگاهداری و همچنین بازی جوانمردانه مالی اتحادیه فوتبال اروپا دونست. این تیم همچنین 30 میلیون یورو جریمه شد که خب باید به این اضافه که از ضررهای مالی هنگفتی که ناشی از عدم حضور این تیم احتمال در رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا است، میتونه منچستر سیتی به دادگاه عالی ورزش شکایت کنه و خودش هم گفته که این کارو میکنه. ضمن اینکه سیتی این حکم رو زیان بخش دونست و اعلام کرده به عینی که حکم ناامید کننده است، اما خب غافلگیر نشدن. خب در این باره احتمالاً بیشتر صحبت خواهیم کرد در روزهای پیش رو علی. و ما از رقابت‌های دیروز فوتبال ایران چه خبر داری؟
دیروز از هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران 5 بازی برگزار شد. تراکتور که از مدعیان قهرمانی است این فصل با اینکه در ابتدای بازی از سایپا عقب افتاد اما 3-1 در پایان بازی رو برد و موقتا به رتبه دوم جدول صعود کرد. پیکان در اولین بازی که فرکی رو در اختیار نداشت، عبدالله ویسی روی نیمکت این تیم نشسته بود، 2-1 به فولاد باخت و به قعر جدول رفت. شاهین بوشهر 3-1 ماشین سازی رو شکست داد. برای اولین بار هست که شاهین در رقابت‌های در واقع در بالاترین دسته فوتبال ایران موفق میشه که 3 برد پیوپی رو تجربه کنه. همچنین برای اولین بار در رقابت این فصل هست که از قعر جدول جدا شد. میشه کریستویچ سرمربی موفق این تیم هستش که قبلا سابقه حضور در هایدریک رو هم داشته. اما صنعت نفت در خونه خودش 2-1 به گلگهر باخت تا تبعات جدایی اسکوچیش از این تیم ادامه داشته باشه و در تنها بازی بدون گل دیروز هم نساجی 0-0 با پارس جنوبی مساوی کرد. جدول رو نگاهی بخوایم بهش بندازیم، پرسپولیس با 41 امتیاز صدرنشین است، تراکتور با 1 بازی بیشتر 37 امتیاز دوم است، سپاهان با 19 بازی 36 امتیازی سوم، استقلال با 2 بازی کمتر 33 امتیازی و در رتبه چهارم قرار داره. اما در پایین جدول هم گلگهر 14ام هست با 16 امتیاز، 20 بازی طبیعتاً، شاهین 15 هم هست با 16 امتیاز و پیکان هم با 14 امتیاز در رتبه آخر قرار داره. در تلگرام بازم در باره انتخابات علیرضا نوشته که هزینه‌ها و اساساً سوء استفاده از مقام نمایندگی در جمهوری اسلامی حکایت از یک نوع سرمایه‌گذاری برای غارت و چپاول حقوق مردم دارد، نظر علیرضا است. و حالا رسیدیم به ایستگاه پایانی شنبه‌های چشم‌انداز بامدادی که هفت‌شنبه است با علی همدانی. همه شما شنوندگان عزیز بخیر، خدمت شما در این بامداد فردای روز و شب عشق سلام. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه و امیدوارم که فرصت کرده باشید دیروز به دل و عشق و عاشقی فکر کرده باشید. دلیلش رو هم سالها پیش خانم هایده گفته. چرا یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ قصه درد و واسه فردا نذاریم. یه امشب شب عشقی، همین امشب رو داریم، چراغ قصه درد و واسه فردا نذاریم. ترین ترانه های ایرانی از کنم. در هفته که گذشت خوانندگان ایرانی ترانه مرتبط با عشق و عاشقی زیاد خوندن. البته ترانه اصولا گره خورده به عشق و عاشقی، اما به هر حال هنرمندان ایرانی هفته گذشته ترانه های خوندن که بسیار به حال هوای ولنتاین یا روز عشاق میخوره. مثلا بشنوید ترانه سعید مدرس رو به اسم عشق نصف نیمه. از اولش همیشه عشقت خیال من بود، تا
تنهای جای قلبت انگار مال من بود. چقدر حواست اینجاست وقتی دستامو میگیری کنارمی و حسم میگه داری میری. فاصله رو نمیخواد دیوار پشت دیوار بشق نصف نیمت راضی نمیشم انگار. قلبت تکلیفشو بدونه تو این شرایط بد با قلب من بمونه. هیچ وقت برام بس نیست این که بمونی پیشم تو این همه شلوغی. مقصدت شد فاصله رو نمیخواد دیوار پشت دیوار بشق نصف نیمت راضی نمیشم انگار. آهنگ اکست از شادمهر عقیلی اسمش از برنده. عشق یه آینه است تو هر چی حس کنی تو دل منم هست. عشق یه اعترافه چه جوری بگم نیست وقتی میدونم هست. دنیامونو ببر به یه نقطه امن بالاتر از خطر. عشق یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم. عشق یعنی حتی با تبت بمیرم و زنده بشم. وقتی کنارمی مهم نیست کجا. عشق یه اعترافه که تو از همه مهمتری برام. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. پنجشنبه، شنبه در چشم‌انداز بامدادی. زیاد وقت نداریم، ترانه‌ای تازه فرشید امین رو هم بشنوید. اسمش از دل. دل خنده های من، دل گریه های من، دل هم دوا هم بلای من. دل می‌لرزه تو تنم، دل زود میشکنم، دل میدم و دل نمیکنم. دل دل تو را نشون داد تویی که عشقی کی از تو بهتر. وای امان از این دل عاشقم کرد منو آخر.
در این پایان راه سفر بکنیم به گذشته و ترانه‌ای بشنویم از داریوش اندر باب عشق. تا هفته بعد. عشق به شکل پرواز پرنده است. از این ماندگاری داریش اقبالی که متاسفانه نتونستیم که بیشتر از اون بشنویم، من داریش راجبیان دیگه حرفی برای گفتن نداریم. به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی 26 بهمن رسیدیم به همراه فرج بالافکن، تهیه کننده برنامه، و نیک رندل، مدیر فنی استودیو. سپاسگزار از همراهی تک تک شد. چشم آبی اما کشم